أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. کا ها یا عین صاد. این یادی است از رحمت پروردگار تو نسبت به بنده اش زکریا، در آن هنگام که پروردگارش را در خلوتگاه عبادت پنهان خواند. گفت پروردگارا، استخوانم سست شده و شعله پیری تمام سرم را فرا گرفته و من هرگز در دعای تو از اجابت محروم نبودم و من از بستگانم بعد از خودم بیم ناکم و از طرفی همسرم نازا و عقیم است. تو از نزد خود جانشینی به من ببخش که وارث من و دودمان یعقوب باشد و او را مورد رضایتت قرار ده. ای زکریا، ما تو را به فرزندی بشارت می دهیم که نامش یحیی است و پیش از این هم نامی برای او قرار نداده ایم. گفت پروردگارا، چگونه برای من فرزندی خواهد بود در حالی که همسرم نازا و عقیم است و من نیز از شدت پیری افتاده شده ام؟ فرمود این گونه است، پروردگارت گفته این بر من آسان است و قبلا تو را آفریدم در حالی که چیزی نبودی. عرض کرد پروردگارا، نشانه ای برای من قرار ده. فرمود نشانه تو این است که سه شبانه روز قدرت تکلم با مردم نخواهی داشت در حالی که زبانت سالم است. او از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون آمد و با اشاره به آنها گفت به شکرانه این موهبت صبح و شام خدا را تسبیح گویید. ای یحیی، کتاب خدا را با قوت بگیر و ما فرمان نبوت و عقل کافی در کودکی به او دادیم و رحمت و محبتی از ناحیه خود به او بخشیدیم و پاکی دل و جان و او پرهیزگار بود. او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و جبار و متکبر و عصیانگر نبود. سلام بر او آن روز که تولد یافت و آن روز که می میرد و آن روز که زنده برانگیخته می شود. در این کتاب آسمانی مریم را یاد کن، آن هنگام که از خانواده اش جدا شد و در ناحیه شرقی بیت المقدس قرار گرفت و میان خود و آنان حجابی افکند تا خلوتگاهش از هر نظر برای عبادت آماده باشد. در این هنگام ما روح خود را به سوی او فرستادیم و او در شکل انسانی بی عیب و نقص بر مریم ظاهر شد. او سخت ترسید و گفت من از شر تو به خدای رحمان پناه می برم اگر پرهیزگاری. گفت من فرستاده پروردگار تو ام، آمده ام تا پسر پاکیزه‌ای به تو ببخشم. گفت چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که تاکنون انسانی با من تماس نداشته و زن آلوده ای هم نبوده ام؟ گفت مطلب همین است، پروردگارت فرموده این کار بر من آسان است، ما او را می آفرینیم تا قدرت خیش را آشکار سازیم و او را برای مردم نشانه ای قرار دهیم و رحمتی باشد از سوی ما و این امریست پایان یافته و جای گفتگو ندارد. انجام مریم به او باردار شد و او را به نقطه دور دستی برد و خلوت گزید. مرد زایمان او را به کنار تنه درخت خرمایی کشاند. آنقدر ناراحت شد که گفت
ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلی فراموش می شدم. ناگهان از طرف پایین پایش او را صدا زد که غمگین مباش، پروردگارت زیر پای تو چشمه آبی گوارا قرار داده است و این تنه نخل را به طرف خود تکان ده، رطب تازه ای بر تو فرو می ریزد. از این غذای لذیذ بخور و از آن آب گوارا بنوش و چشمت را به این مولود جدید روشن دار و هرگاه کسی از انسانها را دیدی با اشاره بگو من برای خداوند رحمان روزه ای نذر کرده ام، بنابراین امروز با هیچ انسانی سخن نمی گویم و بدان که این نوزاد خودش از تو دفاع خواهد کرد. مریم در حالی که او را در آغوش گرفته بود نزد قومش آورد. گفتند ای مریم کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی. ای خواهر هارون نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زن بدکاری. مریم به او اشاره کرد. گفتند چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگوییم؟ ناگهان عیسی زبان به سخن گشود و گفت من بنده خدایم، او کتاب آسمانی به من داده و مرا پیامبر قرار داده است و مرا هر جا که باشم وجودی پربرکت قرار داده و تا زمانی که زنده ام مرا به نماز و زکات توصیه کرده است و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبار و شقی قرار نداده است و سلام خدا بر من در آن روز که متولد شدم و در آن روز که میمیرم و در آن روز که زنده برانگیخته خواهم شد. این است عیسی پسر مریم، گفتار حقی که در آن تردید میکنند. هرگز برای خدا شایسته نبود که فرزندی اختیار کند، منزه است او، هرگاه چیزی را فرمان دهد میگوید موجود باش، همان دم موجود می شود. و خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، او را پرستش کنید، این است راه راست. بعد از او گروه‌هایی از میان پیروانش اختلاف کردند. وای به حال کافران از مشاهده روز بزرگ رستاخیز. در آن روز که نزد ما می آیند چه گوش‌های شنوا و چه چشم‌های بینایی پیدا می کنند. ولی این ستمگران امروز در گمراهی آشکارند. آن را از روز حسرت، روز رستاخیز که برای همه مایه تأسف است بترسان، در آن هنگام که همه چیز پایان می‌یابد و آنها در غفلتند و ایمان نمی‌آورند. ما زمین و تمام کسانی را که بر آن هستند به ارث می‌بریم و همگی به سوی ما بازگردانده می‌شوند. در این کتاب ابراهیم را یاد کن که او بسیار راستگو و پیامبر خدا بود. هنگامی که به پدرش گفت ای پدر چرا چیزی را می‌پرستی که نه می‌شنود و نه می‌بیند و نه هیچ مشکلی را از تو حل می‌کند؟ ای پدر دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است، بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. ای پدر شیطان را پرستش مکن که شیطان نسبت به خداوند رحمان عصیانگر بود. پدر من از این می ترسم که از سوی خداوند رحمان عذابی به تو رسد، در نتیجه از دوستان شیطان باشی. گفت ای ابراهیم آیا تو از معبودهای من روی گردانی؟ اگر از این کار دست بر نداری تو را سنگسار می کنم و برای مدتی طولانی از من دور شو. ابراهیم گفت سلام بر تو،
من به زودی از پروردگارم برایت تقاضای عفو می کنم، چرا که او هموار نسبت به من مهربان بوده است. و از شما و آنچه غیر خدا می خوانید کنارگیری می کنم و پروردگارم را می خوانم و امیدوارم در خواندن پروردگارم بی پاسخ نمانم. هنگامی که از آنان و آنچه غیر خدا می پرستیدند کنارگیری کرد، ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک را پیامبری بزرگ قرار دادیم. از رحمت خود به آنان عطا کردیم و برای آنها نام نیک و مقام برجسته‌ای در میان همه امتها قرار دادیم. و در این کتاب آسمانی از موسی یاد کن که او مخلص بود و رسول و پیامبری والا مقام. ما او را از طرف راست کوه طور فرا خواندیم و نجوا کنان او را به خود نزدیک ساختیم. اما از رحمت خود برادرش هارون را که پیامبر بود به او بخشیدیم. در این کتاب آسمانی از اسماعیل نیز یاد کن که او در وعده‌هایش صادق و رسول و پیامبری بزرگ بود. او همواره خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می داد و همواره مورد رضایت پروردگارش بود. در این کتاب از ادریس نیز یاد کن. او بسیار راستگو و پیامبر بزرگی بود. ما او را به مقام والایی رساندیم. پیامبرانی بودند که خداوند مشمول نعمتشان قرار داده بود، از فرزندان آدم و از کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم و از دودمان ابراهیم و یعقوب و از کسانی که هدایت کردیم و برگزیدیم. آنها کسانی بودند که وقتی آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده می شد به خاک می افتادند، در حالی که سجده می کردند و گریان بودند. پس از آنان فرزندان ناشایسته ای روی کار آمدند که نماز را تباه کردند و از شهوات پیروی نمودند و به زودی مجازات گمراهی خود را خواهند دید. اگر آنان که توبه کنند و ایمان بیاورند و کار شایسته انجام دهند، چون این کسانی داخل بهشت می شوند و کمترین ستمی به آنان نخواهد شد. وارد باغهای جاودانی می شوند که خداوند رحمان بندگانش را به آن وعده داده است، هرچند آن را ندیدند. مسلماً وعده خدا تحقق یافتنی است. آنجا هرگز گفتار لغو و بیهوده ای نمی شنوند و جز سلام در آنجا سخنی نیست و هر صبح و شام روزی آنان در بهشت مقرر است. این همان بهشتی است که به بندگان پرهیزگار خود به ارث می دهیم. از تأخیر وحی جبرئیل به پیامبر عرض کرد: ما جز به فرمان پروردگار تو نازل نمی شویم. آنچه پیش روی ما و پشت سر ما و آنچه میان این دو می باشد همه از آن اوست و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده و نیست. همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد، او را پرستش کن و در راه عبادتش شکیبا باش. آیا مثل و مانندی برای او میابی؟ انسان میگوید: آیا پس از مردن زنده از قبر بیرون آورده می شوم؟ آیا انسان به خاطر نمی آورد که ما پیش از این او را آفریدیم در حالی که چیزی نبود؟ سوگند به پروردگارت که همه آنها را همراه با شیاطین در قیامت جمع می کنیم. سپس همه را در حالی که به زانو در آمده اند گرداگرد جهنم حاضر می سازیم. سپس از هر گروه و جمعیتی کسانی را که در برابر خداوند رحمان
از همه سرکشتر بوده اند جدا می کنیم. بعد از آن ما به خوبی از کسانی که برای سوختن در آتش سزاوارترند آگاه تریم. همه شما بدون استثناء وارد جهنم می شوید. این امریست حتمی و قطعی بر پروردگارت. سپس آنها را که تقوا پیشه کردند از آن رهایی می بخشیم و ظالمان را در حالی که از ضعف و ذلت به زانو در آمده اند در آن رها می سازیم. هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می شود کافران به مؤمنان می گویند کدام یک از دو گروه ما و شما جایگاهش بهتر و جلسات انس و مشورتش زیباتر و بخشش او بیشتر است؟ بسیار اقوامی را پیش از آنان نابود کردیم که هم مال و ثروتشان از آنها بهتر بود و هم ظاهرشان آراسته تر. بگو کسی که در گمراهی است باید خداوند به او مهلت دهد تا زمانی که وعده الهی را با چشم خود ببینند، یا عذاب این دنیا یا عذاب قیامت. آن روز خواهند دانست چه کسی جایش بدتر و لشکرش ناتوانتر است. اما کسانی که در راه هدایت گام نهادند خداوند بر هدایتشان می افزاید و آثار شایسته‌ای که از انسان باقی می ماند ثوابش در پیشگاه پروردگارت بهتر و عاقبتش خوبتر است. آیا دیدی کسی را که به آیات ما کافر شد و گفت اموال و فرزندان فراوانی به من داده خواهد شد؟ آیا او از غیب آگاه گشته یا نزد خدا عهد و پیمانی گرفته است؟ هرگز چنین نیست. ما به زودی آنچه را می گوید می نویسیم و عذاب را بر او مستمر خواهیم داشت. آنچه را او می گوید از اموال و فرزندان از او به ارث می بریم و به صورت تنها نزد ما خواهد آمد. آنان غیر از خدا معبودانی را برای خود برگزیدند تا مایه عزتشان باشد. چه پندار خامی! گز چنین نیست. به زودی معبودها منکر عبادت آنان خواهند شد، بلکه بر ضدشان قیام می کنند. آیا ندیدی که ما شیاطین را به سوی کافران فرستادیم تا آنان را شدیداً تحریک کنند؟ درباره آنان شتاب مکن. ما آنها و اعمالشان را به دقت شماره می کنیم. آن روز که پرهیزگاران را دست جمعی به سوی خداوند رحمان و پاداشهای او محشور می کنیم و مجرمان را همچون شتران تشنکامی که به سوی آبگاه می روند به جهنم می رانیم. آنان هرگز مالک شفاعت نیستند مگر کسی که نزد خداوند رحمان عهد و پیمانی دارند. گفتند خداوند رحمان فرزندی برای خود برگزیده است. راستی مطلب زشت و زننده ای گفتید. نزدیک است به خاطر این سخن آسمان ها از هم متلاشی گردد و زمین شکافته شود و کوه ها به شدت فرو ریزد. از این رو که برای خداوند رحمان فرزندی قائل شدند، در حالی که هرگز برای خداوند رحمان سزاوار نیست که فرزندی برگزیند. تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند بنده اویند. خداوند همه آنها را احصا کرده و به دقت شمرده است. همگی روز رستاخیز تک و تنها نزد او حاضر می شوند. سلمن کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند خداوند رحمان محبتی برای آنان در دلها قرار می دهد. و ما فقط آن قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزگاران را به وسیله آن بشارت دهی و دشمنان سرسخت را با آن
انذار کنی. بسیار اقوام بی ایمان و گناهکاری را که پیش از آنان هلاک کردیم، آیا احدی از آنها را احساس می کنی؟ یا کمترین صدایی از آنان می شنوی؟